تجربه شخصی که من در قطر داشتم کاملا تناقض داره با حرفای اخیر آقای اینفانتینو رئیس فیفا. موارد متعددی هم وجود داره که من اینجا فقط به دو موردش اشاره میکنم. در طی اون دوباری که ما بازداشت شده بودیم، شاید یه سردرگمی و ناهماهنگی بین پلیس قطر بودیم در رابطه با اینکه چه علائمی سیاسی محسوب میشن، به دلیل اینکه تبعیض زیادی وجود داشت در بین برخورد با تماشاگران ایرانی و غیر ایرانی. به طور مثال در تمام بازی‌های ایران من افرادی رو می‌دیدم که تیشرت‌ها یا علائم سیاسی مثل آزادی برای فلسطین و یا غیره به همراه داشتن بدون هیچ محدودیت و ممنوعیتی، و پلیس قطر هیچ برخوردی با اونها نمی‌کرد، در صورتی که برخورد خشونت‌آمیزی با ما و سایر ایرانیان داشتن. و در طول اون دوبار بازداشتی هم که شده بودیم، من از پلیس قطر علت بازداشت رو سوال می‌کردم و اونا می‌گفتن که ما با فیفا قرارداد داریم که جلوگیری کنیم از ورود شعارهای سیاسی به داخل استادیوم و یا پوشیدن تیشرت‌های زن زندگی آزادی. اما سوال اینجاست که چرا بعد از اینکه تیم جمهوری اسلامی حذف شد و قطر رو ترک کرد، تمام این محدودیت ها برداشته شدن و حتی فیفا اعلام کرد که پوشیدن تیشرت زن زندگی آزادی محدودیتی نداره. و مورد دیگه ای که باز هم صحبت های آقای اینفانتینیو رو نقض میکنه در رابطه با همین تیشرت زن زندگی آزادی که من پوشیده بودم و به خاطرش بازداشت شدم، میخواستم بگم که اتفاقاً ناخواسته اعتراض منو به حرف ایشون و قوانین فیفا نشون میده، چرا که در صحبت‌های اخیرش گفته بودن که جام جهانی یک رویداد خیلی بزرگه برای گرد همایی تمام ملیت‌ها در راستای احترام به حقوق بشر. من همینجا میخوام بگم این چه نوع احترام به حقوق بشریه که زن ایرانی بیش از 40 سال اجازه ورود به استادیوم‌های داخل ایران رو نداره و فیفا همچنان سکوت کرده و مدارا و همکاری میکنه با جمهوری اسلامی. من همیشه در رابطه با نفوذ سیاسی کشورها در فیفا شنیده بودم، ولی متاسفانه با تجربه اخیرم در قطر اینو به وضوح دیدم و لمس کردم.